برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. طرح امنیتی گرامی داشته مراسم سالروز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نجف اشرف با همکاری و هماهنگی نیروهای امنیتی عراق آغاز شد. وزارت کشور عراق از آغاز اجرای فوری طرح امنیتی مراسم گرامی داشته شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نجف اشرف خبر داد. سرتیب مقداد میری، سخنگوی کمیته عالی امنیتی برای تأمین امنیت مراسم میلیونی تصریح کرد. نیروهای امنیتی اجرای طرح امنیتی گرامی داشت سالروز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در استان نجف اشرف آغاز کردند. وی افزود تدابیر امنیتی در استان نجف اشرف با حضور نیروهایی از وزارت کشور، ارتش عراق و هشت شعبی برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های امنیتی و خدماتی این مراسم و زیارت پربرکت تقویت شده است. وزارت حج عمره عربستان سعودی با انتشار دستورالعمل تازه‌ای تأکید کرد تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد از مراسم حج برای اهداف سیاسی یا فرقه‌ای سوء استفاده شود. در این دستورالعمل آمده که هیچ کس اجازه نخواهد داشت به منظور انجام اعمالی که امنیت عمومی و نظم و قانون را در عربستان مختل می‌کند وارد این کشور شود. بر اساس این مقررات مسئولیت کامل تمام حجاجی که از کشورهای دیگر می‌آیند بر عهده دفاتر مجاز است. به اعتقاد تحلیلگران این دستورالعمل چنانچه با بی‌طرفی کامل صورت گیرد و هیچ گونه استفاده ابزاری و یا تبعیضی در اجرای آن رخ ندهد میتواند الگوی مناسبی برای سایر اماکن و مناسک و اجتماعات مذهبی باشد تا این دستورالعمل تبدیل به رویه دائمی و هر گونه سوء استفاده از حج و مناسک دینی و مذهبی برای اهداف سیاسی یا فرقه‌ای برای همیشه کنار گذاشته شود. این تصمیم در شرایطی ابلاغ شده که برخی افراد قصد سوء استفاده از اربعین را داشتند که با واکنش‌های فراوانی در فضای مجازی و حقیقی مواجه شدند. شهر سیواس ترکیه شاهد برپایی جشنی برای کودکان خردسال حافظ قرآن کریم بود. شهردار سیواس با اهدای هدایایی به این کودکان برای آنها آرزوی موفقیت در مسیر تحصیلی و علمی کرد. والدین شرکت کننده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که این گونه برنامه‌ها ادامه داشته باشد، چرا که چیزی بالاتر از آموزش قرآن مفاهیم آن وجود دارد.